آرمان، دادستان کل کشور، خطاب به احمدی نژاد: تو کلکسیون تخلفاتی. مستقل: محسن رفیق دوست: به زودی خدمت احمدی نژاد میرسند. بهار: جدال احمدی نژاد و یارانش با دادستان و ادعای هدیه دادن به برخی مسئولین سکه های بی مشتری. کارون: جدال دادستان ها و احمدی نژاد ها. همدلی: یک فعال سیاسی اصولگرایان از رفتارهای اخیر احمدی نژاد و نزدیکانش با عنوان فتنه 96 یاد کرده و سکوت اصولگرایان را در قبال آنها به حناق تشبیه کرده است. حناق اصولگرایانه. فضاحت تبرئه دژخیم سعید مرتضوی قاتل کهریزک موضوع تیترهای دیگر روزنامه‌های حکومتی است. اعتماد: سعید مرتضوی به جرم معاونت در قتل محکوم شد، فقط 2 سال. مستقل: قاضی پور عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده سازمان تامین اجتماعی: از تبرئه مرتضوی شوکه شدم. سایر بحران‌های داخلی رژیم در عنوان‌های صفحات اول شامل موضوعات گوناگون است. بهار نوبخت: زلزله زدگانی که کانکس بگیرند کمک بلاعوض نخواهند گرفت. وطن امروز: 96% شاغلان بیکار شده بیمه بیکاری نگرفتند. آفتاب یزد: سازمان مدیریت بحران را تعطیل کنیم و کار را به مردم بسپاریم. آفتاب یزد، محسن هاشمی: در دوران شهرداری سابق حق بیمه ها کسر می شد اما به حساب تامین اجتماعی واریز نمی شد. ابتکار: آتش زیر خاکستر مدارس. خراسان: رشد قیمت مسکن در تهران شدت گرفت. اقتصاد پویا: رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی: شرایط تولید سخت‌تر از گذشته است. بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نظام حجم زیادی از مطالب روزنامه‌های حکومتی را به خود اختصاص داده است. برخی عنوان‌ها در این رابطه از این قرار است. ابرار، واشنگتن پست: مهلت کنگره برای تصمیم در مورد تحریم‌های هسته‌ای ایران رو به پایان است. ابرار اقتصادی: سهم شرکت‌های اروپایی از نفت ایران 37%. اطلاعات لاریجانی: دیپلماسی ایران حل مناقشات منطقه است. جامعه فردا: پیروزی بر داعش و بازگشت امنیت عراق و سوریه دست ایران را پر کرد. چرا باید برای موشک ها مذاکره کرد؟ روزنامه های باند روحانی ضمن اعتراض ضمنی به رأی قضایی آخوندی برای دژخیم مرتضوی به نقش او در خدمت ولی فقیه ارتجاع اشاره کردند. اعتماد: مرتضوی تنها یک فرد نیست، نماینده یک روش است، روشی که با استناد به قاعده النصر بالربع میخواست شیوه حکمرانی خاصی را در جامعه نهادینه کند. مثلا در نیمه دوم دهه 70 او در کسوت قاضی دادگاه مطبوعات اقدام به توقیف روزنامه‌های زیادی کرد. شرایط سیاسی دورانی که آقای مرتضوی در سمت رئیس دادگاه مطبوعات و بعد از آن دادستانی تهران فعالیت می کرد به او قدرتی فراتر از یک قاضی و دادستان بخشیده بود. احساس مطلق العنان بودن تنها مقام عصمت یا نزدیک به آن را از خطا باز می دارد. بزرگ کردن او توسط برخی جناح‌های سیاسی از او مقامی غیر پاسخگو ساخته بود. روزنامه‌های همسو با باند روحانی عمیق شدن شکاف احمدی نژادی‌ها در باند ولی فقیه ارتجا را دستمایه حمله به باند خامنه‌ای کرده و همدستی آنان با احمدی نژاد را گوشزد کردند. آرمان سرمقاله: دست انتقامی به نام احمدی نژاد. تا همین پریروز رفیق گرمابه و گلستان احمدی نژاد بودند و میتوان شمرد که آنها فقط چند بار درد و بلای او را بر سر اصلاح طلبان کوبیدند. اصولگرایان در دوران ماه عسلشان با احمدی نژاد کوچکترین انتقادی را نسبت به او بر نمیتابیدند و میگفتند چرا علیه دولتی جوان، انقلابی مخالفت کرده و سیاه نمایی میکنید؟ این در حالی است که اکنون همه اصولگرایان صف بسته و میگویند
ما از همان ابتدا مخالف احمدی نژاد بودیم. ما اساساً مخالف نامزدی او در انتخابات سال 84 بودیم و سخنانی از این دست. اما واقعیت آن است که اصولگرایان نه می توانند شراکت خود با احمدی نژاد را تخفیف دهند، نه انکار کنند و نه چیزی از ابعاد گسترده آن بکاهند.